درود من بر همه عزیزانم و همه با وجودان و اونایی که با صداقت عاشق ایرانن و اونایی که با صداقت شاهنشاه دوم پهلویمونو میخوان در ایران باشن. آنچه در این برنامه خواهید دید، حمایت داری میکنی؟ افسوس اگر مغز تو کار میکرد. نمیتونم وجدانن، اخلاقا و زیده فکری همکاری داشته باشم. آقای شهرام همایون، مگر دستم بهت نرسه؟ حزب کومله بغلشه، حزب توله بغلشه. تو بعد آوردی که چنین مادری داری. صادق بوقی آهنگش کجا گرفته؟ رقصش به کجا رفته؟ توجه کنین مردم، این تلویزیون دارا مردم رو چقدر دارن با این تکنولوژی عوض میکنن و حرفا رو این ور اون ور میکنن. اگه طرف ببینیم شهرام همایون این ور عکسش شاهنشاه پهلوی دوممونو گذاشته، سوال میکنه آیا تو حاضری به ایران؟ و اینا طوری درست کرده که از زبون این تکنولوژی رو نگاه کنیم بگه نه. فقط در یک کلمه جواب بدید. گفتن که من 76 سالمه، شما رو و پسرم خطاب کرده. پسرم، آیا شما رو در ایران خواهم دید یا خیر؟ فقط یک کلمه. نمیتونم وجدانن، اخلاقن و زیده فکری همکاری داشته باشم. ببینید چقدر بیشرفی و نومردی در مقابل رژیم شاهنشاه پهلویمون دارم وجود میارن و مردم رو تو شک و تردید میندازن که شاهنشاه دوم ما به ایران نخواهد رفت. حتی من یک روز بانوی کهنسالی رو دیدم، گفت محال شاهزاده بره ایران. گفتم مگه از کجا میدونی؟ گفت میدونم، به خاطر همین حرفای بی‌ناموسی، بی‌شرفی و چباول ملت ایران چنین حرکت‌های بی‌شایسته‌ای رو می‌کنن که مردم گول بخورن. چرا حزب کومله بغلشه، حزب توله بغلشه، حزب تقسیم بندی‌های ایران باهاشه؟ اینا آدمای کثافتی هستن برای منجلاب و آشوب کردن بتونن پول در بیارن و ملت رو گول میزنن. من به بانو میدونی چی گفتم؟ بانو شما همچین چیزی دارین؟ شما فکر میکنین کسی که میاد داره میگه من بر میگردم و صلح و آرامش رو در منطقه میارم اون میتونه شوخی کنن؟ آیا مگه ما کوریم؟ مگر ما قدرت نداریم؟ بانو به خودش اومد دید چه حرف بدی زده به من. خدا بزیکر. لحظه ای که این رژیم بره، نه تنها شما یک مشکلات، یک ترکیبی از مشکلاتی که این رژیم مجموعا در این 14 تولید کرده رو نخواهید داشت، همونجور که کریم گفت، بلکه کسانی که مثل شما فکر میکنن میخوان با شما همکاری بکنن، نگران راه حل هایی هستن که بر همه ما تاثیر میذارن، اینا جایگزین میشن به جای این جمهوری اسلامی. من فقط یک نمونه، یک مثال میگم که خیلی برام مهمه. من خیلی نگران بحران آب در ایرانم، واقعا نگران تاثیرات زیست محیطی در ایرانم. حتی جنگ درگیری های بیشتری رو خواهیم داشت به دلیل کمبود آب و موج های بعدی مهاجرتی رو خواهیم داشت. این مسئله فقط ایران نیست، بلکه معضل منطقه ای. برابری ما باید بتونیم با همسایگانمون حرف بزنیم. ما باید بهترین دانشمندا رو بیاریم، در واقع ایران اسرائیلی ها هستن، اونا رو بتونیم بیاریم به جای این رژیمی که با همه دشمنه، با از سعودی ها بگیرید تا اسرائیلی ها. یک ایران متفاوت میتونه با شرکا برای ثبات امنیتی کار بکنه. یک معامل کلیدی و محوری است برای توسعه اقتصادی. گفتم مگه شاهزاده میدونه قول به مردم بده اون نره و خانومش سینه‌ش رو سپر کرده برای ایران و با تمام وجودش خودش خانواده به ایران میرن؟ وای باره خود شاهزاده، چی داری میگی ملت؟ چرا دارین شایع پراری میکنین؟
در این موقعیت حساس مملکت بود که در فنا رفته، در بدبختی رفته و بیچارگی رفته. جوان جوانامون عبه میبرن یا دارن در جبه ها میفرستن که عبه میبرن یا دارن در خاک عبه میبرن. خبر نداریم ماها، اعدامشون رو خبر نداریم، خیابون کشی هاشون رو خبر نداریم به خدا. هنوزم نمیدونن و به نظر من وقتشه برای اینکه من تو این خانواده، تو این 36 ساله که ازدواج کردیم، برای سالهای سال همش فقط صحبت‌های خب بر ضد گذشته شنیدیم. همیشه خیلی وقتا سالهای سال سوالایی که خبرنگارا می‌کردن از ایشون خیلی با حمله و با نگاتیویتی و اینا بود و من با اون عادت کرده بودم، فکر می‌کردم خب این همینیست که هست دیگه، کارش نمی‌تونیم بکنیم. هم خارجی‌ها اینجوری حرف می‌زدن هم ایرانی‌ها. خب این مدتی که الان فکر میکنم به خاطر خیلی از این کسایی که تصمیم گرفتن که تاریخ خودشونو تعریف کنن برامون، یعنی ایرانی درباره ایران قدیم، به جای اینکه منتظر باشیم یا خارجی یه کتاب بنویسه یا چه میدونم نیویورک. شما چطور قادرین این رژیم خونخوار و پولدوز و سرباز مملکت ما رو در به داغون کردن و الان حمایت داری میکنی؟ افسوس، اگر مغز تو کار میکرد میامدیم برای نابودی جمهوری اسلامی و استاپ میدادین اون موقع. باور کنین حق حقوقتون بالاتر بود. آقای شهرام همایون، شما دارین اشتباه میکنین در براندازی افکار غلطتون. شما دارین بزرگتری خیانت رو به ملتت میکنی و سرزمینت. خجالتم خوب چیزیه، شرمم خوب چیزیه. دنیا فقط پول نیست، این قلبه، این قلبه که پاک باشه و برای ملتش بتپه. اون تپیدن بشنگه. خدا نکنه یه روز پیش بشیه، خدا نکنه یه روز پیش بشیه، دیگه از زندگی سیر بشه، دیگه از زندگی سیر بشه. خدا نکنه یه روز سیر بشه، خدا نکنه یه روز سیر بشه، دیگه از زندگی سیر بشه، دیگه از زندگی سیر بشه. چرا نمیبینی تو خیابونا، تو بازارها، تو مای فروش ها، تو ادرش گرفته، گیلان گرفته، بعد در عباس گرفته، کردستان گرفته. آقا خارجی ها هم داره آهنگ ایرانی رو، این صادقه بوقی داره این آهنگی که نپایده رایچی شده بیت روزگاه. ملت ببین چقدر عذابه که یه همچین حرکت رو میبینه و بهش پیوندش به کجا رفته. آیا شما فقط از چی میبینین؟ سیاست رو مردم دارن شادی میکنن، چرا دولت ورشکسته است و نابوده و اسرائیل نقش نابوده اینا رو ریخته و دیگه جایی ندارن؟ نیاین با احساس مردم بازی کنین و بخواین لطمه به شاهزاده ایران بزنین. شما بی وجودین فقط. آقای شهرام همایون، مگر دستم بهت نرسه؟ اینو بدون عاقبت خوشی نخواهی داشت به همین زودی ها، چون واقعا تو آدمی کثیفی هستی. من امشب با پسرم اومد خونه، حال کردیم، درد دل کردیم، می زدیم. مستی قشنگه ولی ما آدمه، می زدیم به عشق وطن، می زدیم به خاطر مرها، می زدیم به خاطر وجود شخصیت خانوادش. این من عاشق خانوادش و عشق میره گره گره احساسادی شده بود. من یه پدر بغلش میکردم، من پسر زندگی همینه، پا این بالا داره. تو بعد آوردی که چنین مادری داری، بعد آوردی چنین مادر سنگدلی داری، بعد آوردی
که این مادری بی سواد و عقده‌ای و با تموز داره بود. پسرم ناراحت نباش، خودم نوکرتم، تا حالا بودم و هستم، مگر بمیرم. شب بزرگی بود برای من، در خونه نشستیم و با هم دل گفتیم و دل گرفتیم. پسرم رفت خونه برای بچه هاش قضا درست. این هم پدر هم مادر برای بچه هاش باید به زندگی اونا برسیم. کلی روبوسی کردیم و با عشق خداحافظی کرد. این زندگی غربت ماست و نامردی هایی که پشت سر ما داره انجام میشه، به چه دلیل نمیدونیم، به چه عنوانی نمیدونیم. یه طرف امروز تلفنی داشتم از امیر قاسمی عزیزم. آقای قربانی شما اتاقتون رزرو یادتون نره. گفتم نه عزیزم، من حتمی برای خداحافظی شهرام حتمی خواهم اومد. و بدون شهرام، آقای امیر عزیز ماست، قلب ماست، وجود ماست. سلطان موزیک پاپ ایران. پایی که چهار میدارم، هوای دیار رو دارم، تو این دیار پر بردونم، رو نباز خود تناره سرخ نباز چهار میدارم. مجلل ترین و مطرح ترین سالن جهان کالسیوم در سیزرز پلس لاس وگاس، میزبان آخرین دیدار با مرد اول موزیک پاپ یک سرزمین. چقدر قشنگه. من اون شب خداحافظی شهرامو در روی صحنه مرد و مردانه که داره خداحافظی میکنه با چشام ببینم، جلو پاش بلند شم و عشق قلبی خودم رو بهش عطا کنم. اون شب در سیزر پلاس اوقای من هستم، همه هستن. فراموش نکنین شب 24 و 25 در پلاس رو، چون زندگی هاست. عشقهای گذشته، عشقهای جدید و اوقا میکنه و رقص و پایکوبی در اون شب بلبله خواهد کرد. به امید روزای خوب برای تمام همیهنانم و برای ایران عزیزم. زنده باد زن، زندگی، آزادی.